سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز و بیننده های کانال فایت دیلی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه ویدیو خیلی سریع میخواستم درست کنم در مورد فایت بنیل داریوش و چارلز اولیویرا. همونجور که در جریانین، خب بنیل داریوش و چارلز اولیویرا قرار بود که کمتر از 3 هفته دیگه با هم دیگه مبارزه کنند یه مسابقات UFC 288، ولی متاسفانه 3 روز پیش خبر رسید که چارلز اولیویرا مصدوم شده. یه مصدومیتی که فاش نکردن چرا، گفتن که مصدوم شده و UFC هم اومد گفت که به خاطر این داستان ما این فایت رو عقب میندازیم، ولی خب تاریخ جدیدش رو اعلام نکردن و اونجا بود که حالا دیگه خیلی نگران شدن، گفتن وای این فایده کنسل شد، چون که خب حالا این اتفاق قبلا هم افتاده بود. این حالا تا جایی که من به خاطر دارم این سومین باریه که این فایت میشه گفت قراره برگزار بشه، ولی خب حالا به هر دلیلی برگزار نمیشه. دفعه پیش که میشه گفت فایتشو یه جورایی میشه گفت اعلام کردن، بعد چارلز اولیویرا گفت مشکلات شخصی دارم و نمیتونم مبارزه کنم. بعد یهویی اون فایت کنسل شد. بعد یهویی اومد گفت که با تونی فرگوسون فایتش اعلام شد. متوجهین؟ یعنی اول با داریوش لغو شد، گفت مشکلات شخصی دارم، بعد یوهی مثلا 2-3 هفته بعدش یوهی اومدن اعلام کردن که چارلز اولیویرا و تونی فرگوسون قرار با هم دیگه مبارزه کنن. تو اونجا ببینید من کاملا چارلز اولیویرا رو متوجهم. آخه تونی فرگوسون اسمش خیلی از بنیل داریوش گنده تر بود، بعدشم تازه تو رنکینگ ها اون موقع 4 بود، بنیل داریوش مثلا پایین بود، مثلا 9 بود. خب معذرت میخوام اگه چارلز اولیویرا دیوونه است بره با بنیل داریوش مبارزه کنه، معلومه میره تونی فرگوسون رو انتخاب میکنه. خب یه چیزی که اصلا واقعا کامل با عقل جور در میاد، یعنی جوری نیست که بگیم اوه نامردی که. حالا من کامل متوجهم که بنیل داریوش رو کاملا متوجهم که ناراحت سر این داستان، اینو کاملا متوجهم، ولی خب آقا اینجوریه، یعنی خودش هم بود شاید همین کارو میکرد، یعنی اینجوریه دیگه آقا. ولی خب دفعه اول ببینیم، ما یه مصاحبه انجام دادیم با علیرضا نوعی مربی چارلز اولیویرا، لینکشو میذارم زیر همین ویدیو. علیرضا تعریف میکرد که اولین باری که اینا قرار بود با هم مبارزه کنن، بعد مثلا علیرضا هم اگر تو اون ویدیو برید نگاه کنیم اومد گفت که آقا من به اولیویرا به چارلز گفتم و این حواست باشه این خطریه، این باید یه جوری سر کمربند داشت مبارزه کنه. ولی تو همین بحثا بودن که یهویی خبر رسید که حالا داریوش زخمی شده، مصدوم شده و اونجا فایت اصلا کلا دفعه اول اونجوری کنسل شد. حالا اون داستان تونی فرگوسون که من براتون گفتم واسه بار دوم بود، الان هم که بار سوم حالا متاسفانه باز چارلز اولیویرا حالا مصدوم شده. ولی خب ببینین، من اصلا نمیخوام بگم آقا اینجوری مثلا چارلز اولیویرا از کی بترسه، آقا از کسی نمیترسه. داریوش خودش اومد توی این ویدیو گفت آقا من میدیدم که چارلز اولیویرا تو کورنر رفیقش بود تو استرالیا، متوجه چون همون شبی که اسلام مخاچه و ولکانوفسکی با هم دیگه مبارزه کردن، چارلز اولیویرا هم رفته بود استرالیا تو کورنر یکی از رفیقاش داشت مبارزه میکرد. بعد مثلا بنیل داریوش من میگه آقا من مثلا میبینم تو اینستاگرام چارلز اولیویرا رو میبینم مثلا رفته استرالیا اومده این ور اومده اون ور، بهش نمیخوره اون انگیزه سابق رو داشته باشه، شاید واقعا هر یه مشکلاتی داشته باشه. و وقتی که شما این مشکلات رو داشته باشین بعد مثلا عجله کنین برگردین و مثلا وارد یه کمپ بشین واسه یه اردو، وارد یه اردوی تمرینی بشین و عجله کنین و میشه گفت تمام فکر و ذکرتون اونجا نباشه، امکان داره مثلا اونجا یه کاری کنین مصدوم بشین، یا مثلا حواستون یه جوری دیگه باشه بعد مثلا تو تمرین ها میشه گفت عجله کنی یا یه اتفاقی بیفته مصدوم بشین. اون اینجوری میگفت، حالا بنیل داریوش اینجوری میگفت، یعنی خیلی قشنگ اومد گفت، یعنی مثلا نباید بگه آقا مثلا این ترسیده و اینا، اگر یکی دیگه بود از این اتفاق ما زیاد میبینی که مثلا آقا ترسید فرار کرد، این بنیل داریوش اصلا این حرفا رو نمیزنه و واقعا هم همینجوری. اینا آخه اینا از چی بترسن؟ خب حالا به هر حال، ولی خب حالا دیگه قضاوت با خودتون. حالا متاسفانه هر دفعه این دو دفعه آخر میشه گفت یه جوری، حالا دفعه آخر که این دفعه باشه، حالا چارلز اولیویرا دیگه متاسفانه مصدوم شد. به هر حال دفعه پیش که گفتم حالا به خاطر فرگوسون بود،
آقا اومدن گفتن که این فایت عقب افتاده، همه نگران شدن، وای دوباره چیز شد کنسل شد و اینا، الان چی میشه، الان باید بهش اولیویرا رو بدن، اینجوری بشه اونجوری بشه. ولی خب دیروز بنیداریش اومد یه مصاحبه انجام داد با شمو و امروزم دیدم یه مصاحبه انجام داده با کانال سابمیشن رادیو. ولی خب دیروز هم اون مصاحبهش با شمو تقریبا اومد همه چیز رو گفت و اومد گفت که آقا یه چند روز اصلا قبل از اینکه این خبر بیاد بیرون که بگن چارلز اولیویرا مصدوم شده، یو اف سی به ما زنگ زد و من و منیجرم که علی عبدالعزیزه رفتیم لاس وگاس توی دفتر یو اف سی که اونجا بریم با دانا وایت و اون وکیلشون صحبت کنیم. بعد میشه گفت که آقا اینا این چیزو برام تعریف کردن، به همونجوری که توی این تیتر این خبر میبینی، بنیلاریش میگفت آقا من از عصبانیت اومدم میزو وارونه کنم، اینقدر عصبانی بودم. و میشه گفت اونجا اومد اون بهشون گفتم که آقا اگر الان این دیگه تقصیر من نیست که چارلز اولیویرا مصدوم شده، الان من نفر اولم، کانتندر شماره یکم، الان باید به من تایتل شات بدین، بزن حداقل با اسلام مخاچف مبارزه کنم، یکی دو ماه دیگه بزن با الان مثلا به اسلام مخاچف زنگ بزنین بگیم مثلا دو ماه دیگه که مثلا خودشو بتونه برسونه. ولی بعد اونجا یو اف سی اومدن گفتن که نه، ما اسلام مخاچف رو میخوایم نیگر داریم واسه ابوظبی، یعنی توی ماه اکتبر. شما فکرش بکنید این مخاچف نوامبر سال 2022 مبارزه کرد که میشه نزدیک 6 ماه پیش، بعد الان 5 ماه دیگه یه چیز دیگه اینجوری قرار تو ابوظبی بیاد، یعنی در کل میشه 10 11 ماه متوجه این 11 ماه این نمیخواد مبارزه کنه، سالی یه بار دیگه. حالا ببینین، من فکر میکنم این دفعه یو اف سی واقعا میخواد، این دفعه یو اف سی هم میشه که با این داستان موافقه، نمیدونم. من به نظر من یو اف سی ببینین یه فایتر مسلمون میخوان تو ابوظبی، این صد دفعه تا حالا گفتم، این اصلا دیگه شکی توش نیست. خب الان ادواردز هم گفته من میخوام تو ابوظبی مبارزه کنم و اینا. همونجا بزن یه چیز خیلی کوتاه در مورد ادواردز بگم، چون اول الان من میبینم بعضی خیلی از ادواردز ناراحتن. ببین وقتی که من اینجوری میبینم، وقتی که میبینم اسلام مخاچف 11 ماه بیرون میشینه و همچین عجله ای هم نداره، چون مثلا یکی مثل آدسانیا دانوایت همین چند روز پیش اسرائیل آدسانیا، حالا درسته من خیلی توی این چند ویدیو اخیر شاید یکم بهش حمله کردیم، ولی خب آدم حقیقت رو بگه. دانوایت میگه آدسانیا از همین الان داره با من زنگ میزنه، نفر بعدی کیه، نفر بعدی کیه. آدسانیا ببین یه قهرمان فعاله، تو کل قهرمانا بخوایم حساب کنیم و این نسبتا فعاله، حتی کامورو عثمان بعضی وقتا میرن رو مخ آدم، ولی خب اینا مثلا دفاع زیاد میکنن حالا نسبت به قهرمانای دیگه. مثلا قهرمانای دیگه بخوایم حساب کنیم، حبیب سالی یه بار بیشتر دفاع نمیکرد، یا دیگه مثلا بگیم کی الان مثلا یا کنید استیپ میوچیچ و دانیل کورمیر یادتونه، اونا هم سالی یه بار حدودن یه چیز اینجوری بود، خیلی طول میکشید تا خیلی هاشون برگردن. آره یعنی منظورم اینه که اگه بخوام تو تمام قهرمان ها حساب کنیم، مثلا آدسانیا اینجوری اونجوری. حالا ببینین چیزی که میخواستم بگم اینه که در مورد لیون ادواردز اینجا نمیدم دارمش. ببین اینجا ما ادواردز رو ببین، اینجا ما خبر چم زدیم. ادواردز اومد گفت که یو اف سی میخواد، من همین یه ما دو ماه پیش مبارزه کردم، دوباره میخوان دو سه ماه بعد از اون منو بندازن با یکی دیگه مبارزه کنم مقابل کاوینگتون. من با یکی از بهترین ولترویت های دنیا که کامارو عثمان بود مبارزه کردم، الان هنوز عرقم خشک نشده، میخوام بندازم مقابل یه گرگ دیگه. نه من الان نمیتونم، آخ من الان نمیتونم، بذار یکم استراحت کنم حداقل بگه 4-5 ماه بعدش تو ابوظبی من میام. ادواردز اینجوری گفت و آدم ببینید از ادواردز من الان ناراحت نمیشم وقتی که دارم این داستان بنیل داریوش و اسلام مخاچف و اینا رو میبینم، الان دیگه از ادواردز ناراحت نمیشم. یو اف سی که به اسلام مخاچف گیر نمیده که آقا تو چرا یه سال چیز نمیکنی، نه بیرون بشین، وقتی که نوبتت شد تو ابوظبی به زنگ میزنید بیا. حالا من میدونم که یو اف سی میخواد اسلام مخاچف و واسه ابوظبی نیگر داره، ولی خب مخاچف هم میتونه یکم عجله نشون بده، یعنی بگه داش آقا یکم سریعتر میخوام برگردم، آقا یکم میخوام پول در بیارم، متوجه این؟ یعنی
آدم به عنوان یه هوادار شاید همچین انتظاری رو داره از بعضی از قهرمان، ولی خب عجله ای نداره، مثل آدسانیا عجله نداره که زنگ بزنه آقا من میخوام برگم، من میخوام برگم، اینجوری نیست. به هر حال هیچی، یو اف سی به بنیلاریش میگه نه آقا تو نمیتونی با ماخاچف مبارزه کنی، چون که ماخاچف تو ماه اکتبر قرار مبارزه کنه توی ابوظبی، ما اونو واسه اون کارت میخوایم. بعد داریش میگه چی؟ میگه آقا پس منم تو اکتبر میشینم بیرون، من تو اکتبر میشم بیرون، منم تو ابوظبی با اسلام مخشم سر کمران مبارزه میکنم. بعد اونجا یو اف سی بهش میگه چی؟ میگه نه تو نمبر وان کانتندر نیستی، داستین پوریر نمبر وان کانتندر. اونجا واقعا آدم ببینین اگر یادتون باشه همیشه من بهتون میگم بعضی وقتا یو اف سی مثلا میاد از رده بندی ها یه جوری مثلا اگر به نفعش باشه میرن تو رده بندی ها میگن خود مثلا این فلانی تو رده بندی ها از تو بالاتره، ولی وقتی هم که به نفعشون نباشه مثلا میگن آقا نه مثلا یه دلیل دیگه میارن که اونم حالا نسبتا قانع کننده است. بارها دیدیم که مثلا یکی مثلا پایین پایین باشه مثلا بیان بهش تایتل شات بدن. خب به هر حال یو اف سی میاد به بنیلاریش میگه که حالا نه تنها به خاطر رنکینگ، ولی حالا با زبون بی زبونی حالا بنیلاریوش هم اینجوری اومد گفت که یه جوری به من گفتن که آقا این از تو بالاتره. خب ولی خب ببینید من اینجوری حساب میکنم، من مطمئنم که اینو حتما بهش گفتن، گفتن خود داستین پوریر دومه تو چهارمی، اینو مطمئنم بهش گفتن. ولی خب چیزای دیگه هم هست، مثل اینکه مثلا بهش میگن آقا تو ببینید داستین پوریر ستاره گنده تریه دیگه، واقعا ستاره گنده تری، آدم نمیتونه حالا چون که حالا بنیل داریوش ایرانی و ما دوست داریم بیاره تایتل شات بگیره و اینا، آدم دیگه دروغ نباید بگه. داستین پوریر ستاره گنده تریه، متوجهین؟ و آمریکاییه میدونین، حالا شاید همچین خوشتیپه، نمیدونم همه بدنش خالکوبیه فلانه، نمیدونم میدونین یکم مثلا شما برین حتی تو اینستاگرام و اینا هم نگاه کن ببین کی بیشتر طرفدار داره. حالا اگر مثلا من نمیگم چی میگم فالوور همه چیزه، ولی خب مثلا ببینین این بنیلاریش خیلی بچه آرومیه، اصلا سرش تو زندگی خودشه، اصلا نمیخواد حرفای جنجالی بزنه، میدونید اینجوریه، سرش تو لاک خودشه، میاد فایتاشو میخواد ببره و این حرفا که درست بیان بهش تایتل شات بدن. ولی خب مثلا این داستین پوریر گهگوداری داستین پوریر هم همچین اونجوری نیست، ولی خب داستین پوریر حالا گهگوداری کلکل داره با بعضیا، متوجه؟ و همونجوری هم که گفتم ستاره گنده تریه، دو مرتبه کانر رو شکست داده، سه مرتبه در کل با کانر مبارزه کرده، هم با حبیب چند دفعه تو حالا تایتل شات داشته، سه مرتبه تایتل شات داشته، یه دفعه مقابل مکس هالووی سر کمربند موقت بود که اونم باز یه تایتل شاته، ببخشید ولی فرقی نمیکنه موقتی حالا هر چیه، یه کمربند خونشه، یه کمربند اصلی UFC تو خونشه، حالا بهش میگن موقت ولی همون کمربند اصلیه. دو مرتبه مقابل کانر برده، ستاره گنده ایه و متاسفانه وقتی که یکی میاد تایتل شات میگیره هی دوباره میام بهش میدن، هی معروف‌تر میشه، هی اسمش بیشتر رو سر زبون هست. و الان بنیلاریوش میام به بنیلاریوش میام آقا تو مثل اون معروف نیستی. و بعد بنیلاریوش گفت پس من چیکار کنم؟ گفتن آقا تو باید بیای یه چیز دیگه که مرده بودم از خنده کف کرده بودم، این ببین یه هفته دو هفته دیگه قراره که قرار بود که آرمان ساروکیان و رناتو مویکانو با هم دیگه مبارزه کنن، ولی رناتو مویکانو مصدوم شد. بعد بنیلاریوش ببینید من دارم حرف الان یه تاریخ جدید گرفته، الان وارد اونم میشم، الان فایتشون واقعا عقب انداختن، الان دیگه یه جورایی میشه گفت دوباره تاریخ جدید گرفته فایت اولیویرا و داریوش. ولی یه چیز خنده دار، داریوش اینو نمیدونست، خب هنوز من دارم قبل از اونو تعریف میکنم، قبل از اینکه به نتیجه برسن چه تاریخ جدیدی. این بنیلاریوش بیاد به اون هانتر کمبل، به همون مچ میکر، یک از اون وکیلای یو اف سی میاد بهش میگه که آقا میگه آقا خب اگر اون نمیشه، اگر چارلز اولیویرا نمیشه به من یه حریف جدید بدین، چون که حالا مثلا حالا چارلز اولیویرا هم نمیشه من یه حریف جدید میخوام، من میخوام سریع تو این تاریخ مبارزه کنم، کیو دارین کیو ندارین؟ بعد اونم گفتم داشتم فکر میکردن و اینا، یا این من گفتم آرمان ساروکیان رو بهم بدین.
میفهمی؟ بعد تازه اونجا بیلاروش میگه من نمیدونستم حریف رناتو مویکانو، یعنی رناتو مویکانو مصدوم شده. بعد گفت به من، خب به من آرمان ساروکیان رو بدین. بعد میگه اونجا یوی خود یو اف سی هم شوکه شد، گفتم چی؟ افتادم به هته پته، افتادم چیکار کنم چیکار کنم، نه نه اون نمیشه، یه جوری دیگه افتادم اون نمیشه. بعد حالا خنده‌داری چی بود؟ میگفت علی عبدالعزیز اینجوری نشسته بود، اینجوری داشت با من چشقوره میرفت که آقا چی داری میگی، مشتی ساکت باش چی داری میگی. یعنی میگفت منیجرم علی عبدالعزیز قبل از اینکه ما بریم اونجا گفت آقا تو اصلا حرف نزن، از این حرفا نزنی یا که من میخوام با این مبارزه کنم، با اون مبارزه کنم. بیلاروش هم واقعا بعضی وقتا آدم واقعا کف میکنه. ببین یعنی اگر داره به اون هانتر کمبل به یو اف سی داشت میگفت که آقا من میخوام با آرمان ساروکیان مبارزه کنم، بابا این بیلاروش امیدوارم که اینجوری حالا ناراحت نشه، ولی واقعا کارهای دیوونه واره، مثل تونی فرگوسان دیوونه است میخواد داره با آرمان ساروکیان مبارزه کنه. ببینید من همیشه در مورد تونی گفتم، همیشه ببینید تصمیمای غلط در وقتای غلط، میفهمید وقتی که باید این کارو بکنه نمیکنه، وقتی که باید بکنه نمیکنه، متوجه این؟ همیشه تصمیمای اشتباه میگیره. حالا من نمیگم تصمیم، واقعا تصمیم اشتباهی بود اگه با آرمان ساروکیان مبارزه میکرد، فرقی نمیکنه اگه میرفت میبرد. اصلا ببین شما اگر همینجوری با آتش بازی کنین در نهایت دستتون میسوزه. داش تو رفتی گمراتو با گمرات مبارزه کردی، من اونجا واقعا ناراحت شدم داره میره با گمرات مبارزه. من فکر میکنم گمرات بزنش خودش. اون موقع من اینجوری فکر میکردم که واقعا هم واقعا داریش اومد با یه عمل کرده دیدن، یعنی دیدنی از این لحاظ که یه سر و گردن از گمرات بالاتر بود. خیلی ها فکر میکردن گمرات بیاد داریشو بزنه، طبیب و اینا فکر میکردن میاد میزنه. داشتن از اون موقع به عنوان یکی از حریفای مخاچب نگاش میکردن. خب ولی خب این اومد گمراتو خیلی قشنگ زد. ولی من همون موقعی که فایتشون اعلام کرده بودم، من اونایی که ویدیوهای منو نگاه میکنن میدونن من اون موقع شاکی بودم، میگفتم داش چرا خدا میری با گمرات مبارزه کنی؟ ببینیم کانتندرهای دیگه رو نگاه کنیم، مثل جاستین گیچی و داستین پوریر و مایکل چندلر و اینا. حالا درست اینا اسمشون معروفه، ولی جاستین گیچی فقط هفتیر بذارم پس کلش بیاد با یکی مبارزه کنه مثل ساروکیان و اون، نه من بیام مبارزه، نه من میشم بیرون، یه سال میشینم بیرون مبارزه ای نمیکنم. اونا همش دارن با آدمای معروف مبارزه میکنن، سه چهار نفرم بالا همینجا دارن دور هم دیگه تاب میخورن همینجوری. الان گیچی دوباره افتاده با پوریه، الان اینجوری که بوش میاد، همش دارن با هم دیگه مبارزه میکنن، اصلا ریسک نمیکنن برن با پایین مبارزه کنن. بعد تناکتی که داره ریسک میکنه این وسط بیلاریوشه. بعد به خاطر همین من میگم الان اونجا علی عبدالعزیز قبلش گفته بود آقا نری دوباره از این حرفا بزنی جلوی یو اف سی ها. بعد این دوباره جلو علی عبدالعزیز رفته گفته من میخوام با آرمان ساروکیان مبارزه کنم، متوجه؟ یعنی فرقی نمیکنه بیاد، ولی خطریه همه در آقا تو گمراتو زدی دمت گرم، شاید این دفعه به ساروکیان ببازی. میدونید هیچ کسی توی این دنیا، حتی فرقی نمیکنه چقدر کارتون درست باشه، هر کسی میتونه ببازه، هر کسی امکان داره یکی بخوره. مثلا آدسانیا همه رو تو میدل ویت زده بود، یکی از لحاظ مچاپ واسش بده، یک گربسیو همه داره و امکان داره مثلا حالا آرمان ساروکیان گربسیو تو باشه، بخاطر همون بشیخ از این حرفا نزن. و اونجا من خندم گرفته بود، یعنی علی عبدالعزیز داشت اینجوری با چه اینجوری نگاهش میکرد، داشت چی داری میگی بابا بشین ساکت باش از این حرفا نزن. و اونجا بود که حتی یو اف سی هم کف کرده بود. ببین الان مثلا ببین من علی عبدالعزیز هم خیلی من خیلی شده که تو ویدیو هم مثلا بیام حرفایی بزنم، نه که مثلا انتقاد حالا میکنم، حالا من جایی که احساس کنم میام حقیقتو میگم دیگه، یعنی جایی شده که بهش حمله کنم. ولی همیشه اینو گفتم که اگر من فایتر بودم و توی اون سطح داشتم مبارزه میکردم، علی عبدالعزیز یکی از اولین کسایی بود که میرفتم پلوش، یعنی میخواستم واقعا علی عبدالعزیز منیجر من باشه. چون که ببینین واقعا کارش درسته، یعنی ببینین میتونه واسه فایترهاش تایتل شات بگیره، خیلی از فایترهاش تایتل شات، همه شون تقریبا گرفتن.
اونایی که به حرفش گوش کنن تایتل شات میگیرن. کوموروسما تایتل شات گرفت، کلوین گاستنو تایتل شات گرفت، هری سودا تایتل شات گرفت، جاستین گچی تایتل شات گرفت، همشون تایتل شات میگیرن. فقط باید به حرفش گوش کنن، با سیاست پیش برن. و بعضی وقتا خودش میاد واسه یه حرفایی میزنه که پارسال و اینا میواد حتی از این حرفا میزد. مثلا دیدین بعضی وقتا فایترهای علی عبدالعزیز یه زبون دیگه هم دارن که خودشه، علی عبدالعزیزه. حالا اگه اسلام مخاچف زبون نداره، یوی علی عبدالعزیز سر کلش پیدا میشه تو توییتر به حریفاش حمله میکنه، اون یکم فایتو پروموت میکنه، کارشو درسته دیگه. الان مثلا میدید پارسال میدید بنیلداریوش هم دوست نداره کلکل کنه، یکم بعضی جو مثلا به جو بنیلداریوش میواد حرف میزد، الان بهش گفته آقا ما میریم داخل حرف نزن، از این چیزا نگی، اونجا اینجوری من میخوام با یکی دیگه مبارزه کنم و اینا، بذار اونو بذار به عهده من، بذار یکم اینجوری چیز کنیم. به هر حال میرن اونجا اینجوری این علی عبدالعزیز داشت دیوونه میشد. به هر حال اومدن گفتن که آقا یه تاریخ جدید داریم واسه شما، 10 جوان یا 10 جون که میشه یه ماه عقب افتاد، یعنی میشه یه ماه و 2 هفته دیگه عقب افتاد فایتش با چارلز اولیویرا. ولی اونجا بود که دیگه حالا بنیلداری شما گفت که آقا اگر این دفعه دوباره مصدوم شد، چون که حالا امکان داره واقعا مصدومیتش یا بدتر بشه، حالا هر جور قضاوت با خودتون، اگر دوباره اینجوری شد دیگه اون موقع باید به من تایتل شات بدین، یه پی بامپ هم به من بدین، یه اضافه حقوق، خب یعنی توی فایت بعدی، چون که تو قراردادش اومده که امروز تو ساب میشن رادیو میگه، گفت تو قرارداد من اینجوریه که اگر من تایتل شات بگیرم، مثلا چی میگن الان مثلا هر فایتی مثال میزنیم مثلا 300 هزار دلار دارم میگیرم یا 150 هزار دلار اگر بیام مبارزه کنم، اگر ببرم 150 تا دیگه، مثال دارم میزنم، من حد میزنم همچی یه چیز اینجوری باشه 300 تا اینا. و تو قراردادم اینجوری اومده که وقتی که به تایتل شات رسیدم اونجا پولم بیشتر بشه، یعنی یه قرارداد جدید بشه بدم. و UFC هم قبول کرد دیگه، گفتم اوکی. البته فکر میکنم الان اینجوری که گفت توی این فایت همین الان اگه با اولیویرا شروع کنه تایتل شات نیست، ولی چون که یه جورایی گفت من با UFC صحبت کردم، گفتم چون که آقا من حقم الان ولی شما میگن حقت نیست، به نظر من الان وقتشه به من یه اضافه حقوقی بدین. و UFC هم قبول کرده، گفته اوکی. بعد بهش اضافه حقوق دادن و گفتن که اگر حالا هر بلای سر اولیویرا اومد و اینا، تایتل شات بعدی دیگه مال تو میتونی بیرون بشینی تا اکتبر توی ابوظبی. ولی خب الان به هر حال فایتشون دیگه اعلام شده و همونجوری گفتم 10 ماه 10 ژوئن. و من رفتم نگاه کردم واقعا دیگه این تاریخو بهشون پیشنهاد دادم، بذار برم کارتشم بیارم. این کارت UFC 288 کارتی که قرار بود اول توش مبارزه کنم ولی کنسل شد، میبینی فایت کومین بود. الان این فایت خیلی چیز شده، اجم استرلینگ و هنری سعودو، حالا بد نیست من دوست دارم ببینمش اینا، ولی الان یه جورایی این کارت خالی شد یه جورایی، چون که خیلی ها دوست داشتن فایت چارلز اولیویرا و بنیلداریوش ببینن، یکی از بهترین فایت های سال اصلا، واقعا دو نفر که واقعا کارشون درسته. راستی من اینو یادم رفت بگم بچه ها، اول ویدیو باید میگفتم چیز وقتی که کنسل شد، یعنی مصدوم شده بود اولیویرا، صحبتش بود که یعنی بعضی ها داشتن میامدن مثل آریل هوانی اینا، اون با داستین پوریر و اینا در ارتباطه و میگفت که آقا چرا با پوریر مبارزه نکنه، پوریر هم دنبال یه فایته و یه جورایی مثل که بنیل هم میخواد با پوریر، ولی خب پوریر نمیخواد با اون مبارزه کنه، پوریه یا من میخوام با یه آدم معروفتر مبارزه کنم، همچنین فایت داریوش منو به هیجان نمیاره، در حالی که من از من خیلی فایت بزن بزنی میتونه باشه، تنها دلیلش اینه که بنیلداریوش معروف نیست دیگه، همین، یعنی جنجالی نیست. به هر حال این فایتش نه، حالا کاری ندارم دیگه این چجوریه، این چند تا فایت خوب توش هست دو. یعنی فایتای خوب توش هست، ولی از لحاظ اسم و شهرت بخوایم بگیم من فکر نمی‌کنم خیلی از اینا رو بشناسم، فقط هنری سعودو و الجم استرلینگ رو می‌شناسم بیشتر اکثرا. ولی خب این کارت جدید، همونجوری که می‌دونین فایت آماندا نونز و جولیانا پنیا 3 اعلام شد که اصلا واقعا نمی‌فهمم چرا آدم قطعی دیگه تو اون نمی‌دونم چرا آدم قطعی اینو دوباره بهش دادن.
اولین باری که با مبارزه کردم من خیلی خوشحال بودم. اونایی که ویدیو من همیشه میبینن من میدونن که آقا من هم اول میگفتم که پنیا میتونه بیاد نونز رو بزنه که اومد زد، ولی دفعه دوم نونز من نشون داد که آقا دفعه اول دست کم گرفته بودش. دست کم گرفته بودش واقعا، یعنی خیلی قطعانه دفعه دوم اومد زدش، خیلی قطعانه. یعنی اصلا پنیا چیکار کرد تو فایت دومش؟ فقط یه جوری داشت میخورد، متوجه اصلا خیلی تابلو بود، مثلا میخواست مش بزنه اینجوری با دست همجوری میرفت جلو، اینجا میخواست دستای آماندا نونز رو بگیره. ولی من خوشم میاد از جولیانا پنیا، ولی ببینیم چی میشه. اگه مثل فایت دومشون باشه که خیلی بده، یعنی خیلی قاطعانه باخت. فایت اولشون که بال بود، خیلی خوشحال شدم که پنیا اومد بال، ولی خب دومیش خیلی تابلو باخت، یعنی واقعا یه سرگردن از این بهتر بود. ولی خب در هر صورت اومدن دوباره بهش دادن دیگه، شانس بیشتر بدون شک با آماندا نونسه. ولی خب حالا قبل از اون کومین ایونت بنیل داریوش و چارلز اولیویرا شانس آوردن کانادایی ها، اونایی که تو کانادان و مثلا میخوان همچین فایتی رو ببینن شانس آوردن که یه فایت انداختن اون، وگرنه خیلی کارت داغونی بود. البته خب استیون تامسون رو داره مقابل میشل پریرا، این خیلی خوبه. این دختره ول معطله، اصلا فایت دیدنی فکر نمیکنم بشه، نمیدونم ببینیم و تعریف. ما تا حالا فایت چیزی ندیدیم، فقط میره بغل میکنه، سعی میکنه بغل کنه تا آخرش، ولی خب ببینیم چی میشه. ولی خب تو وسکشی ها خیلی میره تو چشم و چال حریفاش، کارت بدی نیست. حالا بعدا حتما بیشتر در موردش صحبت میکنم. آقا من میخواستم بیشتر در مورد این چیزا صحبت کنم و آره، فایت بنیل داریوش و چارلز اولیویرا که همونجوری که گفتیم تاریخ جدید میشه 10 ژوئن که میشه یک ماه مثلا حدود 2 هفته دیگه. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه دمتون گرم، مرسی که تا اینجا نگاه کردین. اگر تا اینجا نگاه کردین یادتون نره لایک سابسکرایب، تا ویدیوی بعدی میبینمتون. دم همتون گرم، خدافظ.